این سوالشون رو دارم سوال میکنم، علت چیه که دیگر رسانه ها وقتی توجه میکنیم هیچ کجا غیر از بایکوت کردن و بی توجهی به این کتاب اقدامی نکردن؟ آقای پرام، بعضی جاها چرا، من و تو همون اول یکی دو تا برنامه گذاشتن تبلیغ کردن، صدای آمریکا چند تا برنامه ویژه برای این کتاب گذاشت صحبت کرد، اما بقیه رسانه ها بله یک بایکوتی کردن. علتشو میخواین من بگم این دوستمون بشنون؟ بگید. بله بگید. ولی خلاصه اینکه ملکه سابق ایران تماس گرفته خلاصه. با یکی رسانه ها و بهشون گفته به هیچ عنوان درباره کتاب رفیق آیت الله صحبت نکنید و با فخرآور مصاحبه نکنید. چی گفته اینو؟ شهبانو فرح. من چطور میتونم با شما یک تو کنار بیام تو کارا که انجام میدم؟ بازی سری مسائلی که مطرح میکنید در حقیقت شما یه مقداری مسیر خودتون رو دورتر میکنید از سوالی. شد شما هم پاسخ دادید و گفتید که اوریا حضرت شهبانو، اینو من نمیتونم اینو پنهان بکنیم، بعد مطرح کنیم مسائل رو. آقای پهلوان، اوریا حضرت شهبانو گفتن به فلانجا و فلانجا و رسانه ها اینا که این کتاب ممنوعه و نخرید این کتاب رو. آیا کجا گفته شده دقیقاً که ما بریم پیدا کنیم که این صحبت شهبانو بوده؟ و اگر صحبت شهبانو بوده باید ببینیم که چرا این مطلب رو گفتند، علت چی بوده. و من خودم شخصا اینجا قول میدم اقدام میکنم با صحبت با شهبانو که خواهم کرد و ازشون درخواست خواهم کرد که گفتگویی رو در این مورد با ایشون داشته باشم که چرا گفتن نه. این خیلی مهمه، فقط شما نمیتونید بگید گفتن نه، باید چرا گفتن نه. آقای فخرآور، من فکر میکنم دوستان میتونن این رو از مدیریت تلویزیون اندیشه سوال بکنن. خب تلویزیون اندیشه مدیریتش شده، آیا پابلیک شده، چی بوده؟ یا اینکه شما این چیزها میدونید که هیچ وقت خیلی چیزها از پشت پرده ها همیشه میمونه. خب پشت پرده ها رو نباید مطرح کرد آقای فخرآور. ببینید جناب صدر، اگر خاطرتون باشه من از روز اول گفتم توی کتاب رفیق آیت الله یک مرز ممنوعه وجود داره، یک بخش ممنوعه ای که بخشی از فصل 10 کتاب. آقای فخرآور تمنا میکنم، آقای فخرآور تمنا میکنم. ما وقتی دارید میپرسید من پس چی بگم؟ نه ببینید من سوال اولم یعنی هنوز به انتها نرسید که من دارم همین میگم. چرا اجازه بدید که آیا این مسئله ای که شما از قول شهبانو میگید که انجام شده در پشت پرده ها بین خودشون بودش ما شنیدید تو پابلیک دارین مطرح میکنید الان؟ نه این درست نیست. اما در اگر در پشت پرده ها گفته شده اما کسانی که بهشون گفته شده خود اون افراد اجازه بدید من به من گفت. اگر پابلیک مطرح کرد عمومی مطرح کرده بودن شما میتونستید عمومی مطرح بفرمایید، ولی من شما الان راستش مبنای شنیده ها من این رو اصلا تایید نمی کنم آقای فخرآور. من هنوز تصورم این بود که ما توی آگهی ها هستیم و فکر نمی کردم روی ایر باشیم. حالا بر صورت نه پس نه ببینید شما من گفتید که میتونم بگم شما اگه تو آگهی ها بودین. من فکرم دوستمون روی خط تلفن آگهی داره آقای فخرآور چون من نمیبینم، من میدونید من تصویر تلویزیون رو نمیبینم. میدونم متوجه هستم، ولی به هر حال ما هم که بچه دبستانی قوم نیستیم که قربونتون برم که آقای فخرآور نگید اینطور نکنید. من ببین جناب صدر عزیز، من خیلی شجاعتر از اون چیزی هستم. آقا شجاعت نیست اینجا. الان درباره بخشی از کتاب رفیق آیت الله صحبت نکردم به احترام مردمیه. آقای فخرآور اجازه ندید که مسیرمون به جای دیگه بره. تمنا میکنم آقای فخرآور مسیرمون من جایی نمیره. من دارم براتون توضیح میدم، من در کمال صداقت دارم براتون توضیح میدم داستان چیه و چرا برخی نگران هستن درباره این کتاب، چون این کتاب رازهای مگویی رو داره میگه که شنیدنش برای برخی دردناکه. بسیار داده نشه، چون مطمئنم همه شماها از هویت خانوادگی خودتون همیشه دفاع میکنید. اگر کسی بیاد به شما بگه فرزند پدرتون نیستید مطمئنم در مقابلش خواهید ایستاد، شاهزاده باشه یا گدا باشه در مقابلش خواهید ایستاد. و نه فقط هویت خانوادگی من بلکه تمام کارهای دیگه‌ای هم که انجام میدم همه اینها رو هم زیر سوال بردن. اولا که خب در شأن شاهزاده و شهبانو نبود که وارد این بازی ها بشن، مردم دوستشون دارن، ما هم استخون لای زخم براشون احترام قائل بودیم. حالا من شاهزاده رو به شخص دوست دارم، اما برای فرح دیبا استخون لای زخم، چون مردم اگر نمیدونستن واقعیت ها رو، من واقعیت ها رو خوب میدونم. خیلی های دیگه هم میدونن که ترس داشتن. باور کنید ظرف 3-4 روز گذشته که من گفتم میخوام بیام در این مورد صحبت بکنم، توی اپوزیشن ایمیل های متفاوت دست به دست میشه، به دوستان ما این ایمیل ها رو میفرستن، اخطار میدن. دبیر کل سابق حزب مشروطه برای دوستان و عزیزان من که مثل خانواده من هستن، حالا خارج از کشور،
برای اینها پیام‌های نمیدونم آنچنانی و تهدیدآمیز میفرسته، راه دور نریم آقای فؤاد پاشایی، که آره این خودکشی سیاسی فخرآور خواهد بود جلوی دوربین. و بعد توی حزب مشروطه هم همه با هم میشینن توی اون جلسه 4 نفر و یه لپتاپی که جلسه شورای مرکزی حزب مشروطه است، همه با هم به این توافق میرسن که این خودکشی سیاسی فخرآور خواهد بود در جلوی دوربین، بریم همه تماشا کنیم روز پنجشنبه چه اتفاقی میفته. و دوستان بسیاری به من زنگ زدن که خیلی کار خطرناکی داری میکنی، بزرگترین مافیای اپوزیشن رو افتادی به جونش. من به همه این دوستان گفتم ما آیا داریم میجنگیم که رژیم جمهوری اسلامی رو برداریم و به جاش یک مافیای ترسناک و خطرناک رو بذاریم روی کار؟ من که یک همچین کاری نمیکنم. نمیدونم اگر بقیه دارن یک همچین کاری میکنن دیگه خودشون میدونن. در نهایت تصمیمشون این شد که ارتشهایی از قلیهای خودشون رو، چاقوکشان خودشون رو آماده بکنن که امروز وقتی ما میایم اینجا صحبت بکنیم این چاقوکش‌ها بیان و هر کدومشون هم تا دلتون بخواد اکانت‌های مختلف برای خودشون میسازن، از این اکانت لاگ اوت میکنن، میرن دوباره اکانت بعدی میان تو. هر کدوم یه 10-15 تای اکانت برای خودشون هم ساختن، تعدادشون زیاد نیست اما با تعداد زیاد اکانت های نامشخص فیسبوکی میان و اینجور موقع ها همیشه حمله سایبری میکنن که چی؟ که هیچ کس درباره رهبران مافیای اپوزیشن صحبتی نکنه. اما من رو اشتباه گرفتم، من سیاوش ایرانم، از نوجوانی برای خودم این وظیفه رو در نظر گرفتم که هر جایی لازم باشه که هر کسی دیگه جرأت رفتن به آتیش رو نداره، اون کار رو سیاوش انجام بده.